سبکش این نیست که مثلا من یه چالش یوتیوبر چالشی نیستش واسه چی پس اینا یعنی چی نشون میده بهت نشون میده. ولی یوتیوب خارجی از کجا شروع شد؟ از فان شروع شد. درست. یوتیوب خارجی از فان شروع شد، از دوری مخفی شروع شد، از گلدیگه پرانک شروع شد، از اینا شروع شد. ولی الان یوتیوب اصلی رو چیه؟ حتی مستر بیست هم چیز فانی اینطوری درست نمی کنه بیشتر. روی ارزش ولیو داره داشت. پس نشون میده که آقا اگه ما میخوایم جلو باشیم دیگه بعد از اون بگذرین، تمام شد رفت، اون دورانش گذشت. اوکی آدم اومد نکنه بخنده ولی نه اونا آره، ولی خب چقدر بین نکنه رو سری رو شامپو میریزه وقتی داره مثلا تو بیچ خوش میشوره. آره من اصلا همین بود شما تو داشتیم پادکست درست میکردی نشست و دارم اینجا سنیش میشون کنم من خودمونم تو پادکست که صحبت میکنیم دایرکتلی صحبت میکنیم من با تو همون موقع دارم میگم واو اوکی، یعنی همون موقع تو که اصلا یه آدینس بودی اون لحظه داشتی نگاه میکردی و وقتی ما خودمون میریم میگیم و obviously اون کسای دیگه هم که دارن میبینن همین حسه دیگه. یعنی اصلا باحالی پادکست اینه که یه صحبت خودمونی تبدیل میشه به یه کسی که چون میگم مثلا ما یه سری کارا دیگه ما نشستیم الان با اون شخص 5 نفری داریم حرف میزنیم همین دیگه دقیقاً. یعنی اون الان نفر پنجمی که نشسته اینجا بغل ما مثلا الکس الکس از اولش یک کلمه حرف نزده دقیقاً. الکس اون حرف نزدن دقیقاً. مثلا ببین طرف میاد به تو هزار تا مسیج میده آقا تو رو خدا بگو مثلا مسئله اینه من چیه من میخوام باهات صحبت کنم به من یه زمانی بده. خب چقدر مسیج پول نمیخوام مردم از من کمکم کنم مشکل داره. من خیلی مسیج پولی هم میاد جدیدن خیلی از تلگرام هم عد میکنم. خب بسید رو بسید بگم من یه نفر به من خب چون که اپل واچ دادم تو بفرمایید شامو این حرفا خیلی مثلا دیگه همه به مسیج میزن که آقا مثلا به ما پول بده و یه نصف اپل واچ بده من زندگیم فلانه بابا مریضه نصف اپل واچ واسه یارو به مسیج زد عکس باباشو فرستاد یه چششو درآورده بودن یه چششو بسته بودن صورت دادم آقا بابام تصادف کرده از این حرفا تو رو خدا چیز کن پول بده این حرفا مثلا پولش نمیدونم میشه چقدر میشه مثلا 700 دلار اینطورا و من گفتم که اوکی دیگه اگه من میتونم 700 دلار بدم یکی چشش از دست نده میگه اگه ندی بابا بچه‌شو کور کنم اون یکی هم گفتم اگه من 700 دلار میدم یه نفر کور نشه این دیگه واقعا دزدی من ندم. بعد اومدم پولا رو بدم یکی از فنام از یعنی یه فن از ایران به من تماس گرفته بود دیگه همینجوری مثلا باش حرف زدم چند بار دیگه ما هم یه سکس ملو داشتیم بهش گفتم بعد به اون گفتم که دارم مثلا میفرستم واسه یه آقای مثلا کمکش میکنم رو گفت ببین اینا شرور زیاده گفتم نه بابا همون مثلا داکیومنت فرستاد این کارو که هم کاری که عکس باباش داره حرف میزنه از ویدیو فرستاده بعد گفت اوکی بفرست واسه من میدم بهش من فقط کاراشو میکنم. گفتم که اوکی من پول فرستادم به این دوستم تو ایران فن هر چی اسمش بذاری این به این یارو زنگ زد که گفت اوکی کدوم بیمارستان داری میری بگو که من پولتو بدم. بعد یارو نمیدونست این طرف کی اومده یعنی نشون میده رفته به 20 نفر اینو موضوع واقعی بوده بعد رفته به 20 نفر گفته آدم مختلف گفته این داستان رو. بعد دوستم که زنگ زد به بانک یعنی زنگ زد به بیمارستان بیمارستان که پول شاریکی داده ولی این تو همون لحظه داشت واسه من میداد که تو رو خودم لازم دارم در حالی که این یارو به زنگ زد رو که شماره حساب بده پول بریزم به ولی این چون نمیدونست من طرف من اومده هنوز داشت من میگفت تو رو خدا پول بده و من اینجا پیکاپ کردم که گفتم که این که پولش رسیده چرا هنوز داره من میگه بعد اونم که زنگ زد به بیمارستان بیمارستان اینو کانفرم کرد فهمیدم اینجوریه واسه همین من کسی دایرکتلی ازم کمک پولی بخواد نمی کنم. یعنی من چون سیستم چریتی خودمو دارم توی ایران نمیدونم حالا ما توی ایران یه مدرسه داریم میسازیم توی سیستان بلوچستان که اصلا اهدائیه کلا. خب بعدش یعنی کارهای خیریه خودمون رو انجام میدیم. اگرم یه زمانی بخوام به کسی کمک کنم من اینجا هستم بیشتر یه بیزنسی سعی میکنم واسه اون طرف راه بندازم ماهیگیری بهش یاد میدم دقیقاً ماهیگیری بهش یاد میدم نمیام بهش ماهی بدم و مدل کمک کردن من اینطوریه و اینایی که به من میگن مثلا پول بده اینا obviously جواب نمیدین دیگه خدا شکر تا امروزش ساکسسفول نبود هر کسی که به همچین چیزی نمیام من انگلیسیش هم به من میدن آخه از این مسیجا یعنی توی زبان انگلیسی هم تو اکانت انگلیسی هم باز به من میگن چه جالب یعنی فقط چیزی نیستش که فکر کنی اصلا از ایران دارن سعی میکنن چیزی کنن نه از همه جا به تو همچین مسیجایی میدن و ایمیل میزنن و
اینا اتفاق راجب مایندست شد. منم خیلی از این پیاما گرفتم، مثلا وقتی گیو اوی میذاری خیلی شروع میکنن که آقا مثلا تو که میخواستی به یکی بدی درسته، خب بده یکی هم شمه بده مثلا میتونم چیزی به نفعت اضافه کنم چون یادم میره. من همین داستان که دارم برای ویدیویی که خودمون داریم 25 میلیون گفتی یه نفر به من مسیج زده، یادم 10 تا مسیج بود تو تلگرام تو همه جا به منیجرم به همه، آقا من خیلی لازم دارم، خیلی نیاز دارم، اگه نصف این پولم به من بدین من زندگی از اون میشه. خواستم توی بگم اون آدم دیسکوالیفای شده، یعنی اسمش هم پیک اپ کنه پوریا، میگم اینو نمیتونی انتخاب کنی. خواستم بدونی آف کورس منم قوره کشی دیگه، قوره کشی نه تو قوره کشی اونم بکشی. من خواستم این مایندست رو بگم، میخواست چیت کنه. من هیچ وقت با بابا چوپان راسکو دیگه گایز کامان راجبه مایندست الان پوریا گفتیه، گفت من همچین پیامایی که میگم خیلی هم میگیرم، من سعی میکنم بیشتر یه بیزنسی برای طرف را بندازم تا اینکه بخوام دایرکتلی مثلا حالا چه به درست بعضی داستان درست میکنن خیلی پیش میاد، واسه منم خیلی پیش میاد، بعضی هم حالا به حق، ولی بخوای این کارو برای هر کسی به حق بکنی بعد بدون این سیستم چیه، یعنی تا کی میتونی این کارو ادامه بدی؟ کار دولت داده کار... من دولت نیستم، من رو به رئیس جمهور انتخاب کنین، من براتون همتون کمک میکنم، دندون پزشکی مجانی میکنم. درسته، حالا اینا ازش بگذریم واسه این قضیه رو، بریم دوباره سر هم بریم. حالا نظر تو چیه سوال در تو برای تیمنت؟ من خودم همیشه اصلا توی ویدیوام که به بچه‌ها مثلا چیزی که یاد میدادم یکی چیزی که گفتم آدم آقا روزی یک ساعت چیز یاد بگیرید، فقط روزی یک ساعت 23 خیلیه میدونم. الان خودم روزی فعالیت که میخوای کتاب بخونی 5 دقیقه رو نه من ویدیو دوست دارم چون خیلی ریلکس تره، خیلی موضوع رو بهت سبودی نشون میده، تو میتونی خیلی قشنگتر بفهمی. من میدونم میگم، حتی اپل هم بهت میگه 5 دقیقه اینه دیز اناف، همینو میگم یک ساعت هم یه ساعت بگم. تو بوکس اپا میگی خب اونم میتونید اپش ببریش بالا ببریش پایین. آره آره ست گل میتونی کنی، بکنم 5 مینیتس دیفالتشه ولی میتونی ببری بالا. ولی من میگم یه ساعت، من چون خودم یه ساعت میکردم ریلیجسلین کارو میکردم، خیلی روزام بیشتر از یه ساعت میرم، بچه دار شدم برای همین زن نگیر. ولی تیمه چه میگه همینه یا حتی همین الان سابسکرایب کنی حجی نشد. دقیقا به نظرت آینده این داستان موفق یا موفق نیست؟ من میگستم میگم همه آدم ها به این موضوع روزی میرسن که تو اگه میخوای بشینی ببین، کتاب خوندن خیلی کار سختیه، خب تیوی نگاه کردن خیلی کار آسونیه، کتاب نالج میداد، تیوی انترتینمنت، هیچ وقت تیوی انترتینمنت نمیداد. نه ببخشید، هیچ وقت تیوی نالج و بیس. اگه تو میگوید من روزی 7 ساعت تیوی نگاه میکنم چی فکر نمیکرد تو خیلی باهوشی. الان ارائه که تو میتونی روزی 7 ساعت تیوی نگاه کنی خیلی باهوشی. من خودم مثلا اومدم کانادا روزی 2 تا 3 ساعت کورت تیوی رو نگاه میکردم برای 3 سال که من تمام قانون اینجا رو یاد گرفتم، از این هر نوع دعوایی که میشن گوش میدم کی برنده شد چی شد، که گفتم برای دوستم بودم برای تو تعریف کردم. امروز من رفتم سوپریم کورت، قاضیه با دو تا وکیل میاد، طرفمونم با وکیل اومده بود، من تنها شواب کردم اونجا و قاضی گفت این کارت خیلی غیر عادیه، بعد از این تو میتونی زندان بری، یعنی از الان تا فردا صبح زندگی میتونه آپساید داون بشه، من میتونم تو رو دیستروی کنم، مطمئنی میخوای بدون وکیل بیا اینجا؟ گفتم آره و کورتو بردم. و اگر جای اون بودم اون کورتو میبرد، اینو داشته باش. یعنی من تو مغزم فکر بودم خدا کنه وکیل الاغ اون به باهوشی من نباشه، وگرنه اگه این حرف رو بزنه من هیچی ندارم بگم، و نبود و من بردم. ولی اگه من اونور بودم اونور میبرد. میگی که چه جوری مثلا خودت کانفیدنس ایناف بودی که این کارو انجام بدی؟ از مثلا کانفیدنس نبودم، انقدر نگاه کردم، دیگه انقدر نگاه کردم از روی تلویزیون، انقدر نگاه کردم ادوکیتد کردم انترتینمنت تو میمد، میگه پوریا کفش منو خراب کرد 700 دلار بده، میگه به من چه این پولا رو کفش 700 خریده به تو خوام، و من هم واسم خنده‌دار بود، هم میدم که قاضی میگم نه دایوس نمیتونی کفش رو یارو پول داره به تو چرپی داره عقده اوبی کفشش رو درست کن. من میگم اوکی، بعد مثلا اگه من کفش دوستامو خراب میکردم دیگه بحث میکردم، آقا من مسئولم باید بدم، میگم نه من مسئولم باید بدم. بعد دیگه اینو انقدر یاد گرفته بودم توی زندگیم میدونم، و وقتی رفتم دادگاه همون استفاده کردم، گفتم آقا من با قاضی مرتب زمین تو قدرتی که الان تلویزیون میتونی بگیری به نظر من حتی از کتاب بیشتره، چون کتاب هنوز تو رو احتیاج داره که تو بفهمی یه چیزی رو پروسس کنی تو مغزت، ولی تلویزیون واسه این کار رو انجام میده، سبودیش میکنه. واسه همین الان خیلی آسون تره که از تو یه مانیتور تو اینفورمیشن رو یاد بگیری، و اینی که همه چوز میکنن فقط بیان
پرتغال شعر نگاه کنن روی چیز روی تلویزیون واسه من واقعا عجیبه که چرا از آدمایی هستی که از دو طرف اکستریمی درسته تو اکستریمیستی یعنی آدم یعنی تو وقتی که مثلا میای فانی هم درست میکنی میری ته فانی رو در میاری وقتی هم شروع میکنی صحبت کردن در تو فلسفه میری انقدر دیپ میشی که خودت هم گم میشی توش میدونی یعنی به این هر دو طرف رو هیت میکنی همش مثلا تکلیفت معلوم نیست تکلیفت چی آخر سر من میگم من 4 تا کاراکتر متفاوتم توی بدن اوکی واسه داری با کدوم داری دیل میکنی مثلا واسه اینکه روز هفته چه روز هفته ایه نه مثلا یکی چجوری خواب باشه قاطیه مثلا 60 سالی یه بار میاد بیرون اوکی وقتی میاد بیرون یه قاطیه دیگه مثلا پلیس هم نمیفهمه من بیرون یکی دو تاشون میتونم دیل کنم یکی دو تاشون هست نمیتونم باش دیل کنم دو تاشون هم اصلا نمیشناسی نمیشناسی نمیخوام ولی در کل من نظرم بخوام بهت بگم وقت برنامه رو بیشتر کنم آره اینه که چه عجب الکس حرف زد آخه من باسته دادم که حرف شما رو قطع نکنم ولی ببین چند تا کلی من فقط میتونم اصلا نظرم رو بگم یکی اینه که بحث کلن مخاطبه با الگوی هر شخصی که اون الگویی که اون شخص داره اون مخاطب داره که به اصطلاح یه چیز همگانی همه باید دست به دست هم بدن هم باید مخاطبا یه ذره کانشسنس آگاهیشون رو بالا ببرن حالا با کتاب خوندن با ورزش کردن با تو فضاهایی باشه که علم و نالج بهت بده از اون ور حالا من از زاویه هنرمند به این قضیه نگاه میکنم چون کارم با ساونده ساوند خب کلن چیزیه که تأثیر گذاریش روی مخاطب خیلی زیاده شما با یه قطعه میتونی یه نفر رو از عصبانی ترین حالت ممکنش بیاری به آروم ترین حالت ممکنش از آروم ترین حالت میتونی پارتی یه کاری کنی بهتره کنه سو وظیفه هنرمند وقتی که اون تاثیرگذاری رو مخاطب میذاره اینه که حالا بیاد همین چیزایی که شما داری میگی و به مخاطباش ارائه بده و این وقتی زیاد میشه از اون ور مخاطبا ارزش اینو میفهمن این قضیه رشد میکنه میاد بالا یعنی بحث درک کردن کوالیتیه دقیقاً فکر کنم باید بیایم کالچر اینو قضیه رو بیاریم اکسپلین بکنیم بشونیم و حالا شروع کنیم گروش بکنیم آره این وقت 4 تا دوست جمع میشم میگم مثلا الان بریم مستر بین رو نگاه کنیم یکی بگی خب دیمونه چرا مستر بین رو بکنیم ببینیم پوریا رو نگاه کنیم برسه. هم توش شاید بخندیم هم دو چیز یاد میگیم ببینیم چه غلطی کردن چه کار جالبی کرد کدوم منوی جدید واقعا خودش مثلا من الان با دوستام هر کدومشون صحبت میکنم یعنی خب مثلا ما ترینینگ داریم واسه کسایی که توی ریل استیت تیم هم هستن بعد هر ماه یه کتابی انتخاب میکنیم اون کتاب رو میخونیم و مثلا همین یه دونه انقدر عوض کرده زندگی همه رو میدونی خیلی باحال کلاب دیگه خیلی خوبه یعنی مثلا اگه که... رئیست بگی حتما میخونین چون میخوایم پرس کنیم نه بخواد اگه هممون با هم دیگه میخونیم و همه رو هممون یه جوری هم دیگه رو چک میکنیم دیگه مثلا اکانتبلیتی دیگه کریت کردن که مثلا میگه اوکی این هفته پیش چی یاد گرفتی از این کتاب من اینو یاد گرفتم میدونی و این قضیه یوتیوب هم به نظر من چون رسانه خیلی قویه و میگم من که خودم واقعا تو این قضیه فقط میخوام این کالچر رو بیارم توضیح بدم کالچر رو متوجه بشن همه حتی اگه ببینی من سعی میکنم کتاب یاد بگم مثلا دیروز یه دونه پست گذاشته بودم واسه که اکانت من چیزه تو دیدی که مثلا 350 نفر سیوش کردن شیرش کرده بودن واسه یه ریل و من دیدم که بابا این چه مردم دوست دارن دوست ولی نیستش اصلا این قضیه خب همون گپ که راجبش صحبت کردیم همینه و پوریا اولش گفتی یه نوع انقلاب من خوش آمدین کلمه رو استفاده کردی جزو کالچر میشه و هم اینا گفتی هم گفتی که لانگ ترم مخصوصا چرا لانگ ترم اصلا من اینا سوال خیلی استاد تو breaking things down and following it trackش رو ببینه چه جور میشه چون که فرض کن طرف الان ویدیو رو دیده خب yes. فهمیدی که آقا مثلا پوریا مثلا یه چیز ارزشمندی گفت مثلا گفت من نظم دارم الان مثلا من کوچکترین کاری که میتونم بکنم مطمئن شم و اتاقم اوکی یکم اوکی تر بشه نظمش بیشتر بشه یا وقتی خواهم من مورنینگ درست کنم طرف مثلا این کار رو انجام میده ما بخوایم فالوش کنیم انجام میده میگه ای خودم فیلینگم بهتر بود وقتی برگشتم تو دقیقا بودم my bed is made تختم yes. اوکی شده میگه خب من از گوجا یاد گرفتم اینو هم ممکنه ساب کانشس باشه ها من تو کانال سوهل یا کانال پوری یا کانال هر کسی من اینجوری یاد گرفتم بعد این طرف دیگه براش مهم نیست یعنی من
به همه میگم تامنل خوب خیلی اوکی بعدن داشته باشی، ولی اون قد دیگه براش مهم نیست که تامنل چیه، چون که میدونه آقا من دفعه قبل این ویدیو رو تماشا کردم از این کانال و بعد رفتم این پرکتیس انجامش دادم ولیو دیدم تو زندگی بذاری دیگه میبینه، ولیو دیدم زندگی تعارفم که نداره با کسی، ما کوالیتی لایفم بعد از دو ما رفت بهتر شد، میاد اون ویدیو رو دوباره حالا ما اصلا داریم حالت لایو میذاریم میدونی، یعنی اصلا یه چیز دیگه ای که الان دوباره این کالچر داره اضافه میکنه لایف. اینی که لایف خیلی کانکتش خیلی نمیره مثلا لایف بذارن که بیان با لایف مثلا یه کاری انجام ببین لایف آسون نیست، لایف خیلی کلا انترتینمنتی که در واقع ما میشیم به اسم پادکست درست میکنی، اگه خب به نظر من اگه اشتباه میگم به من یکیتون بگه، به نظر من پادکست سخت ترین تایپ انترتینمنت یا حداقل کانتنت بگم بهتره، چون که تو میشینی یک ساعت زر میزنی یک ساعت 50 دقیقش میاد بیرون، یعنی کی میتونه همچین چیزی درست کنه؟ یه فیلم سینمایی 50 دقیقه درست میکنه 8 ماه پروسس داره مثلا 170 میلیون دلار باجت، ما اون کارو داریم با تو یه ساعت انجام میدیم، یعنی اگر بی خود باشی، اگر چرت و پرت بگی، اگر فایده نداشته باشی انقدر سریع هضم میشی اصلا قابل چیز نیست، بیشتر فکت چکت هم میکنه دیگه، لایو بیشتر فکت چک بیشتر داری فل بداهه میگه فری استایل میکنه دیگه، آره دقیقاً مثلا همین اگه یادم باشه که واقعا هیچ حالیت نباشه مثلا فقط چیز میکنی، مثلا همین الان مثلا ما شروع کردیم حالا با سهیل که روزای جمعه 100 درصد روی اکانت لایو میایم و شروع کنیم کسایی که تو اون هفته مثلا ویدیو دیدن با همون آشنا شدن، چون هر هفته کلی آدم جدید با آشنا میشن دیگه، بیایم ما مثلا سوالای جذبشون رو بیایم جواب بدیم و روی لایو باشه، یعنی اون طرف بیادیمش بالا جواب بدیم نایس خیلی خوبه سوالشو، و اینکه خب کسایی که میبینن سوال خیلی ها بوده این دقیقاً سوالی که میپرسه کسی که اومده بالا خیلی ها اون سوال مثلا دارن. این جمعه که آوردیم مثلا کلی مثلا یه آقایی آوردیم، یه پسری آوردیم که سوال از ما پرسید، خیلی‌ها بعدش مسیج دادن دمتون گرم این سوال منم بود، اینو منم می‌خواستم بدونم، می‌دونی، و اون طرفم حداقل یک نفر دیگه حل کردی مسئله‌شو، درست می‌دونی، حداقل خیلی خوبه. حالا من یه سوال دارم، به نظرت مهمه برای اون کسی که این شخصیتو داره بازی می‌کنه، حالا مثلا تو این سناریو من و پوریه که داریم کارو می‌کنیم یا خودت هم تو زندگی کسی هستی، به نظرت مهمه که اون طرف خودش موفق باشه تو زندگیش یا نه فقط فکری که دهنش میاد بیرون مهمه؟ شما بگو. به نظر من خیلی مهمه، یعنی که دلایلی که من خودم نیومده بودم قبلا به صورت مثلا خیلی برادکست بیام صحبت بکنم، منتظر بودم که توی زندگی می عددی بشم یه چیزی بشم بعد بیام صحبت کنم، طرف من کلی خیلی خنده است، یه سری مسیج به من میدن اجیر میکنم، میگن خدا میگن حداقل تو یه لامبورگینی داری که میای به ما یه چیزی یاد میدی، طرف پراید هم نداره این چیزا بس خیلی مهمه آره، کسی که چیز میکنه واسهش مهمه دیگه 100 درصد. به نظر من پرسپکتیو هم اینجا خیلی مهمه، مثلا از لانگ از اینکه داری جرنی خودت میگی، خب مثلا یکی هست که داره از واقعا مثلا جایی هست تو زندگیش که از زیرو داره شروع میکنه و داره جرنیشو داکیومنت میکنه و میگه بچه‌ها من واقعا الان از زیرو دارم شروع میکنم، چیزی هم ندارم که بخوام نشون بدم، ولی دارم سعی میکنم این کارو کنم، با این طرف آشنا بشم، این یه دیده متفاوته که اونم میتونه ارزش خودشه داشته باشه، چون که اونجوری یه سری دیگه میتونن کانکت بکنن، اونجوری پوریا مثلا آردی به جای سگو عددی بشم خیلی نالجش بالاش اکسپرتش بالاش، چرا؟ چون که انجام داده میدونی، ولی مثلا یه چی بود پوریا داشتی امروز میگفتی، پوریا گفت که جونش بزرگه گفت دیگه نگفت بعدش گفت دلم بزرگه، این کدوم شخصیت هست؟ این کدوم از این چهارتا هست؟ این رو بچه ها نمیخوام ببینم، حالا اگه رایی داره اون سوهل اقتصادیه، این اصلی هست، اصلی هست، این هشت هست اون ستا کن کیا میان خیلی کم میان، فلسفه میکنه دکتر سوهل اقتصادیه، اونی که میاد شوخی میکنه اینا چوپان سوهل اقتصادیه. دومون چیزی که گفت یه کاما گذاشت و بعد گفت دونم بزرگه ولی امیر اینم اینم بدون که یه چیزایی که برای ما نرماله ممکنه برای بعضی نرمال نباشه و این خودش خیلی ارزش داره، برای همین ما دوست داریم بیهایند سینز هم نشون بدیم، حالا این هر چیزی میتونه باشه، مثلا فرض کن یک کسی آردی یه بعد در مورد جیما اینا ویدیو درست میکنه، یعنی یه اکسپرت شده خودش، یه بدن خیلی 8 پک 6 پک
مگه خیلی خفن داره بعد در مورد داستان جیما فیتنس صحبت کنه. این خیلی کردیبله، خیلی باعث اعتماد، چون که طرف آره هیز شوینگ در نشون میده. آها یعنی تو داری مقایسه میکنی، میگه اگر داره هیکلش خوب باشه جیم توضیح بده خیلی بیشتر از تا من برم میگم بچا یکی دو اتفاقا من اینم میگم، ولی ممکن یکی هنوز به اونجا نرسیده میگه بچا من جنی من اینه که آقا من هنوز نرسیدم. میشه باحالتر بگم اینه که من الان وقتی اومدم تو دنیای یوتیوب دارم حتی بهشون نشون میدم که پوریا اومد توی یه بیزنس جدید و داره یعنی همین اینی که دلیل اینه که من دارم اصلا اینو کلا داکیومنت میکنم، واسه این نیستش که فقط اکانت یوتیوب هم بیاد بالا، دارم بهشون میگم آقا من از یه دنیای دیگه با کلی بیزنس و دردسر و داستان اومدم الان و دارم واسه از اسکرچ میسازم. اکانتی که من اینستاگرام ساختم صفر بود، زیرو فالوور بود، اکانت صفر ساختم، یه اکانت یوتیوب ساختم. دقیقاً. و حالا شما ببین پویا که با این همه مشغله و اینا الان شروع کرده دوباره میخواد یه چیزی از اول استارت بزنه، به چه سرعتی میای میرسونیمش به یه پوینتی که اون جرنی نشون میده. دقیقاً. یعنی اسپید یه چیزیه که من همیشه کمکم کرده و الکس میدونه. از روز اولی که ما با هم دیگه صحبت کردیم در رابطه با اینکه مثلا از روز اولی که با سهیل اصلا رفتم روی پادکست تا الان شده یک ماه یک ماه پیش تا الان سرعت ما انقدر بالا بوده که الان نشستیم تورنتو داریم پادکست میگیریم. ببین طرف میاد ستاپ میکنه 6 ماه طول میکشه یه همچین سفری رو ستاپ بکنه. هیچ وقت بابا چی 6 ماه. حالا مثلا من 2 هفته پیش این اومد تو ذهنم، گفتم الکس این کارا رو میخوایم بکنیم. الکس گفت من زنگ میزنم این کانکشن رو ستاپ میکنم. بعدش لطف کرد به من با اینکه خودش آرتیسته کلی کمک کرده و به بچهای دیگه صحبت کردم، فیلم برداری با سینا صحبت کردم، پاشیم بریم. یو همه رو جمع کردیم اومدیم. یعنی الان سرعتی که ما داریم این سیستم میبریم بالا داره نشون میده که یعنی کسی که بخواد، یعنی دارم اصلا دلیل که این کار میکنم به شما بیزنس رو چجوری بسازی، من که اصلا کلا اینو چجوری میسازم، من که چجوری دارم از چیزی که جاهای دیگه یاد گرفتم استفاده میکنم که اینم بتره کنم، میدونی؟ دلیلی که دارم کل اینو توضیح میدم و نشون میدم اینه که که کسایی که میبینن حتی با ما از این سایدم کانکت باشن. چون الان میبینن بچه ها میبینن که اوکی پوریا با این شروع کرد، با این آقای پادکست زد، این استپ بعدیش بود، یعنی از استارت این قضیه دیدن. شاید الان مثلا نبینن مثلا امیر از کجا شروع کرد، نبینن مثلا سهیل از کجا شروع کرد، الکس از کجا شروع کرد، ولی منو که دیگه الان میدونن از کجا شروع کرد. این الان همونجاست، میدونی؟ و این به نظر من یه چیزیه که کسایی که واقعا علاقه دارن حتی به این اینداستری میتونن بیان فوتستپای ما رو ببینن که کجا داریم قدم میذاریم و بیان همونا رو سعی کنن انجام بدن. خوبیش اینه که در موردش داری صحبت میکنی دیگه، مثلا میگی آقا مثلا ما اومدیم الان تورنتویم nothing to hide collaboration داریم، مثلا من میگم با کیا داریم کلابوریشن انجام میده. من همیشه میگم موفقیت مثل یه ماهی میمونه توی اوشن، رایت؟ تو اگه بیای ماهیگیری بکنیم موفقه یکی از ماهی‌ها باشه اونو بگیری، اینجوری نیستش که ماهی تموم شد تو اوشن، بازم کلی ماهی دیگه هم هست. پس چرا یاد ندی بقیه هم بیان ماهیگیری کنن؟ و واقعا لازم است برای این کانه هم بعد این کانکشنه برقرار شه بین مردم با هم و کسایی که نگاهشون میکنن، هم واقعا یه بخشیش به نظرم برمیگرده به خیلی چیزایی مثل شعور، احترام، درک، آقا ساپورت کنیم همون. مثلا همین که یکی تو موبایلشه وسط پادکست حواسش هست، همه چی حواسش هست، آروم باش. واقعا همون ساپورت کنیم بچه ها، هر کسی که تو هر اینداستری میبینید، اگر موزیسینن ببینین چجوری میتونین ساپورتشون کنین، اگر کسایی هن که بازیگرن، اگر اینفلوئنسرن، اگر واقعا میبینید یه کسی ازش یه چیزی یاد میگیرین، این انرژی رو با همدیگه شیر کنیم که این همگانی شدن زودتر اتفاق بیفته. چون واقعا انرژی میگیره، یعنی ما الان اینجا نشستم اومدم یک هفته تورنتو، ما داریم کار میکنیم دیگه، درسته؟ یک هفته که دقیقاً، ولی خب داریم یه چیزی زمان میذاریم که من از توی این یک دلارم پول در نمیارم و دارم هزاران دلار خرج میکنم. تو که خود دیگه میدونی این سفر واسه ما چقدر، 60-70 هزار دلار این سفر واسه ما خرج داشتش، درسته؟ دقیقاً. و طرف نمیاد توی یک سال از یوتیوب 60-70 هزار دلار پول در بیاره، میدونی؟ و من اومدم این هزینه رو گذاشتم اینجا واسه کی؟ خودش، واسه اینکه واقعا کسایی که دارن اینو میبینن بیان ساپورت بکنن، فالو بکنن،
یه تغییری توی زندگیش به وجود بیاد، یه تأثیری به وجود بیاد، و اینکه برسونیمش به یه پوینتی که حالا داستان برعکس بشه، حالا اون موقع پوریا بتونه از این قضیه استفاده بکنه. Let's be honest دیگه، اسکول که نیستیم که مثلا بخوایم یه سری کاری بکنیم فقط همینطوری. نه، همه چی آدم میخواد خوشو پیشرفت بده. دقیقا. اگه میتونه با پیشرفت بقیه هم پیشرفت بده چرا که نه. دقیقاً. و جالبش اینه که این پیشرفت یعنی به جای برسه که بتونی پروفیت کنی، چون که یوتیوب شروعش همه بدونه، کسی خیلی هم میدونه، کسی هم نمیدونه، بدون یوتیوب یه جوریه که اسلو برنه دیگه، بعد اون کانکشن درست کنی، طرف مثلا گوش میکنه به یه پادکست، بعد میره تو زندگی خودش اپلای میکنه، میره خیلی عالی بود، دوباره میاد میبینه به دوستاش میگه، و این تایم میبره، مثل هر ریلیشنشیپی که میخوایی که گت تو نو کنی به آشنا تر بشی تایم میبره. یوتیوب هم همینطوره، ولی وقتی که رسید به جایی که آدم میشناسه و دوست داره و داره پروفیت میشه، guess what happens، اتفاقی که میفته همون دوباره reinvest میشه، همون profit دوباره reinvest میشه که اینجا همه ببرن، everybody wins. و خیلی خوب میگم، یکی اینکه مردم همه با بالاخره با سابسکرایب، turn on the bell، زنگوله رو بزنین، حمایت کنین، سابسکرایب کنین، سابسکرایب کنین. ولی اینکه خود این به نظر من، نظر شخصی من اینه که یوتیوب دیدم تو این چندین سال، میگم من سهیلم فکر کنم دست کسی نکنه سابسکرایب، دست خودش رفته، یعنی یعنی اگر این چنل رو سابسکرایب نکنی دیگه من نمیدونم باید چی رو سابسکرایب کنی، همین خودش درست، یعنی انصافا من این همه الان من خیلی آدمیم که آنالیز میکنم همه چی رو، یعنی میام وقتی که میرم یه جایی همینطوری گفتم آنالیزورم، خب الان تو این لیگی که اومدیم بازی کنیم کیا دارن بازی میکنن، کامپوننت ها کیان، کیا تو فیلد ما هن، کیا تو فیلد های دیگه هن، خیلی آره آنالیز کردم میدونی که داستان چیه، خداییش واقعا ندیدم هیچ چنل ایرانی که انقدر ولیو اضافه کنه. چنل من داری هنو میگی خودت، و تو الان تو این چنلی، تو الان تو این چنلی یعنی anyways ما تیمیم، یعنی من اینجوری نگاه میکنم، بس ساجست میشه دیگه، دقیقاً ساجست میشه، بعدش هم مثلا حالا ویدیو سهیل، ویدیو من، ویدیو خودت ساجست میشه، همه میریم بالا. و من میخواستم اینم بگم، حمایت یه چیه به نظر من، نظر شخصی منه، اینجور کانتنت من اینا واقعا حتی اون چالش هم موقع درست کردم یوهو یوتیوب شروع کرد فور ایور گرین رفت بالا، هم فور ایور گرینه، هم ببین اصلا مثلا کسی که تماشا کنه، مثلا پسر خاله مامون که تماشا کنه سابسکرایب کنه، خب ولی اکثر آدم ها تا یه حدی فامیل میگه آها مثلا این فامیل هم بذار دلش خوش کنم سابسکرایب کنم، خب اکثر آدم ها وقتی سابسکرایب میکنن تعارف که نداره کسی، وقتی دارن یه ارزش باحالی دارن میگن من میخوام این طرف رو فالو کنم چون که خیلی کارش باحاله، یعنی مردم حمایت حتما بکنین، چون که الکس هم گفت این کار فست تر انجام ده، سریع تر این فرم میگه، ولی واقعا به نظر من پوریا، من اون موقع هم ویدیو شما رو واسه دادم کامنت گذاشتم، من میدونم اینجور کانتنت چون که ولیو میده به آدم و آدم ها اصلا ناخودآگاه میرن سابسکرایب میکنن چون که میخوان بیشتر دارم، من خودم همون موقع سابسکرایب کردم، همون موقع کامنت گذاشتم به خاطر که میتونم ببینم it's gonna have a positive effect. درست. الان یوتیوب هم با حالش اینه که خب pretty much مجانیه دیگه، و سخت ترین تاپیک هم هست آقا، تو در رابطه با کار و رشد و بیزنس و مایندست و اینا سخت ترین تاپیکیه که میتونی صحبت بکنی، خیلی که سخته که همه جوون موفق پیدا کنی، و اینکه زمانشو بیاد بذار، و اینکه به خاطر همین هم هست که یوتیوب میاد به تو بیشترین ریترن رو میده روی کانتنت این مدلی، چرا چون خودش انالایز کرده، ریکگنایز کرده که آقا این سخت ترینه، من خودم کم دارم از این آدما، و یوتیوب میخواد یه چنلی بشه که باز انترتینمنت هم با اینکه فاصله نگیره ولی دوست داره که ادویکیشن رو خیلی بهش اضافه بکنه، چون اونا میدونن که این آینده است، درسته میدونی، یعنی اونا میدونن که کلا این یه چیزیه که فور اورگرین، یعنی هر زمانی یکی بیاد این ویدیو رو ببینه حال میکنه باش به دردش میخوره. حالا من میخوام یه کامپلین بکنم راجع به ایرانی ها و ساپورتشون، یه داستان قوی هم دارم مال علیرضا جی جی. ببین همین که شما داری میگی خدای بچه ها ساپورت کنیم ما رو با همین سابسکرایب و لایک و همه کاری که میشه کرد دیگه، خودتون میدونی لازم نیست من با هر ویدیو هر کسی یک ذره ونگ میزنه، دلیلش همین نیستش که ما مثلا به پول برسیم یا ما زودتر به هدفمون برسیم، دلیلش اینه که وقتی ما ساپورت شما رو میبینیم ما هم به قولنرف دل داریم، ما هم خوشحال میشیم که ببینیم او ما زحمتی که میکشیم، من خب الان مثلا من در روز بچه‌مو ندیدم، زنمو ندیدم، اومدم اینجا
حالت کامپلین نیست، شاید دارم میگم کاستی واسم داره که بعد انجام بدم تا بیام این کارا رو بکنم. وقتی ریزالتاشو از شما میبینم خیلی حال میکنم. بعد داستان علیرضا اینه که تازه اپل چیز اومده بود که میتونستی شیر بردی بخری از رو اپل و اپل پلی و اپل میوزیک. بعد من دیدم که علیرضا اینا گفتن که زد بازی آهنگ بعدیمون داره میاد بیرون و آلبوم فلان رو بسال، منم رفتم تو اپل، اپل هم داره میاد مثلا اولین باری که مثلا مشغول شد. خب منم سریع رفتم اومد بیرون و رفتم اپل دیدم آهنگی هست مثلا چه 99 سنت و 13 تا آهنگ دارم ولی همه شو با هم بخرید 99 قشنگم یادمه. همه آلبومو خریدم و خیلی خوشحال شدم تموم شد این موضوع. 6 و 7 ماه بعد یه سال بعد یادم نمیاد رفتم فرانسه پیش علیرضا. بعد بهش با هم دیگه تو اتاق بودیم بهش گفتم که علیرضا این داستان چیز زدی دست کیه، کی هندلش میکنه اپل میوزیکتون رو؟ گفت خودم میکنم دست من. من سوالم این بود که سلزتون چند تا بوده؟ فکر میکنین چند تا بوده؟ 2000 تا. شما توی اپل؟ آره 9 ماه بعد از اینکه اومده بود 2000 تا سلز دیگه میشه، میشه 20000 دلار. 2000 تا سلز. ببین من خودم بخوام بگم چون که میدونم ایرانی نمیاد خیلی تو اپل آیتونز کریدیت کارت بزن. من میگم توی آیتونز من میگم 100 تا. شما بهتر بدونی چون تو موزیک هستی. میشه گفت اصلا اوکییم که بگیم شاید نخوان که. نه بگو. ولی حدسی که من میزنم یه چیزی حدود 70000. نو. یعنی من 13% سلز بودم. بکنه. آقا خدایی زایه است دیگه. یعنی مثلا من به خاطر عیزه رفتم خریدم. من رپ گوش نمیدم. من گفتم اینا 10 سال دارن میخونن، من خاطره دارم با اینا، اگه من یه راهی هست من ساپورت هم رو نشون بدم باید بکنم. خیلی این غمگینه. این چطوریه که فقط 8 یادم مثل منم؟ بعد بذار بگم یک نفر دیگه مثل من نبوده. چرا؟ چون من که عیرزا داداشمه واسه عیرزا کردم، قول میدم اون 8 نفر دیگه یا مام بابای اون بوده یا مام بابای اون بوده یا خواهر اون بوده یا سهیل سیاوش بوده. ببین میدونی چه غمگینه؟ چون که آهنگشون خیلی عالیه میدونی دیگه، تاپ ترین بودن دیگه، تاپ ترین ساپورتو میگیره. واقعا ریدم تو ساپورت خارجی یه آهنگ مثلا خیلی خیلی باحالم نذارن ولی سلزشون خیلی بالاتر. برمیگرده به کالچر، مردم مثلا میگن ها اپل کنسرت ساپورت میکنن ها. نه دادا نمیکنن ولی دارم میگم اینا بکنین دیگه، اینا کلیک و دیگه واقعا نکشین دیگه، زورشون میاد مثلا. اون ستاپ اپل خیلی تازه بوده، من فکر کنم بخاطر کالچر خیلی بچا کنسرت میذارن. ببین بحث درک و شعورم هست، از اون بر نمیتونن ولی میان تلگرامو درست میکنن، موزیکو مجانی گوش میدن. خب این دمیج میزنه. این فقط تو نخریدی ولی رفتی از اون بر بیزنس طرفم خراب کردی، رفتی یه چنل زدی تو تلگرام موزیکاشو که میخواد اون آدینس بیان تو مثلا یوتیوب گوش کنن رو تو مجانی داری میذاری. مثلا این خودش من و واقعا اینو باید درک کنن به خاطر اینکه 9 نفر بیان به من بخوان چیز منو بخرن، 9 نفر بخرن ناراحت میشن. ببین شما میری تو مغازه، همینو میگم، شما میری تو مغازه یه پروداکتی کلیک ساپورت یا یه تایپ کردن اینو حق داری. ببین فقط اینو باید در نظر بگیری که وقتی تو میری توی مغازه یه کالایی رو برمیداری باید براش پی کنی دیگه. نه چرا دیگه، من دوست دارم میخری باید هزینه‌اش رو برات بدم. یکی بود کجا نه من بودم. ولی جنبندی باحالیه در کل که دمت گرم پوریا که این پادکست رو شکل دادی، صحبت کردیم. نه من خیلی خوشحالم از این که تونستیم انجام بدیم. خواستی ایسی بگی واسه اگم پوریا؟ به نظر من وقتی هم آدم با این پیش زمینه مایندستی میره که آقا من نمیخوام از این جهت مثلا درآمدی داشته باشم یا شورت ترم دارم الان این زحمت رو میکشم اینقدر خرج اینقدر تایم از همه نظر، خب میره جلو ولی اون اکسپیکتیشن نداره. جالبی یوتیوب من هم تو خارجی دیدم، هم تو ایرانی ها تا پای یوتیوبر ایرانی دیدم، اونایی که مثلا خیلی برای پولش نمیرن فانی ایناف اونا واسه کانتنتشون میگیره. مثلا همه آرتیست ها همینطوره، نقاشی که واسه پول نقاشی نمیکنه چون میاد you put your heart and soul. وقتی یه موتیویشن فاینانشالی داشته باشی دیگه باید پلی کنی، اکت میکنی که آقا الان من چیکار کنم یه آدینس بیشتر خوشش بیاد. من کاری نمیکنم آدینس بیشتر خوشش بیاد، فقط دارم حرف دلم میزنم.
دقیقاً. حالا اگه ولیوی پیدا بکنین. نه ولی پیدا میکنین. من اگر تو سن جوانی پوریا رو میشناختم نه دو برابر، 10-20 برابر تو زندگیم جلوترم. یه خودم اگه میشناختم، خود الانمو 20 سال پیش میشناختم، ویدیو داشتم نگاه میکردم، گفتم خودش چه کاره خوب، چه رابطه، چه از بچه داری، چون همش تجربه است. میدونی مثلا من الان کی الان بغیر از من تجربه نداره که به بچه 5 زبون یاد بدی؟ اصلا کی آماری نداره؟ یعنی یه دوست داری که دوست داشته باشه که همسایه‌اش هم چیکار کرده باشه؟ من تو خونم این کارو کردم. خب من اینو بیام یه ویدیو دارم توی مثلا بگم ونکو دارم یه ویدیو راجع به این درست میکنم، خب یکی بدونه بمونه اینا این چی میگن؟ بچه هر زبونی یاد میگیره، میگن یا نمیگن؟ میگن هرچی بیش از زبان یاد بگیره باهوش تر میشه، مگه میگن یا نمیگن؟ همش مزخرفه، چون من رفتم توش تو تحت شو دروردم به بچه خودم یاد دادم، دیدم ریزالت واقعیشو. خب من اینو به پرنس یاد میدم، یه پرنس خیلی راحت تر میتونه تصمیم بگیره واسه بچه‌ش چیکار کنه یا نه. این چیزا رو ما داریم. حالا من 3 سال دیگه بچه‌م میره کلاس ژیمناستیک، اونو شیر میکنم. 3 سال دیگه مثلا خودم گفتم که چجوری خانواده‌ام، مادر من منم مثلا شرطی کرده بود سر یه سری چیزا، حالا اینو من توی کتاب روانشناسی خوندم که این بده. یعنی من چون خودم همین استایل بزرگ شدم و داشتم بچه‌مو این استایل بزرگ می‌کردم، مثلا میشه دکتر گفتم آقا به من کمک بکن، من خود به پدر بهتری باشم، یک کتاب بهم معرفی کرد که شرطی باشه. میگین آره گفتش که نباید شرطی باشه، گفت وقتی شرطی می‌کنی بچه‌هاتو فقط دوپامین بیس می‌کنی و اگر بچه دوپامینش هیت نشه آن هپی میشه و آن ساکسسفول. حالا تو پوریا رو ناکن، ببین پوریا هی داره یه کار دیوونه تر از یه ماه قبلش داره میکنه یا 6 ماه قبلش داره میکنه. واسه همین تکنیک بخوام مثل یه گیم به پوریا مغزش نما بکنی، پوریا هی داره دوپامین بدتر هیت میکنه، دوپامین بدتر هیت میکنه. خب الان اینو خریدم، الان اینم ساختم، حالا برم یوتیوب بکنم، حالا برم اینو بگیرم، همش داره یه کار قوی تر میکنه، چون داره به خودش ریوارد میده، خودشو داره میبینه. چون اینجوریه 99% آدما نمیتونن کاری که این کرده رو بکنن، نه میکشن، نه موقعیتشو دارن، نه شانسشو دارن، همه چیزی که پوریا کردن ندارن. بعد اون آدما باعث میشه تو زندگیشون ناراحت باشن، باعث میشه موتیویت نباشن. اونی که تو خونه نشسته هیچ کاری نمیکنه و بهش میگن آقا پاشو برو، هیچی نداری، میگه نمیخوام، اونا اینجوری میشه چون موتیویشن کوچولوه. بعد اینو تو کتاب یاد داده بود که به این دلیل نباید تو به بچت این کارو بکنی، باید به بچت بگی که مثلا میگم من پاشا بعد دوستاش پول میگیرن کاری انجام میدن، من پاشا رو از 5 سالگی مسئول ریسایکلینگ کردم، سو بازیافت، همه چیزی که قرار بازیافت بشه پاشا سورت میکنه، مرتب میکنه، جدیدنم کناشو میگیره، با هم دیگه میبریم میدیم پول میگیریم براش. ساعت 7 صبح میذارمش تو مازراتی، میام در خونه مردم کناشونو میدوزه پاشا، من نشستم دوزم جوین. خب ولی دمش یاد میدم. بعد یه روز من گفتش که بابا به من پول میدی قبل از این کار، به من پول میدی که من ریسایکلینگ رو انجام میدم؟ من دلم میخواست بگم آره، چون من اینجوری بودم، خودم میخواستم اینو مانی هانگریش، نه مانی هانگریش بکنم، یه نتیجه کارش رو بفهمه که او من برای این کار باید این کار رو بکنم، او زحمت کشیدم پول گرفتم، الان دارم فلان چیز میخرم با زحمت کارامه. ولی به خاطر اون کتابه گفتم نه، گفتم نه من تو پول نمیدم، این وظیفه تو از پارتی از این خونه که این کارو بکنی. گفتم من الان برای تو مثلا لباس نو میخرم پول ازت میگیرم، اجاره ازت میگیرم، پول آب و برق میدی، پول مدرسه تو میدی، پول چی تو میدی که انتظار داری من به تو پول بدم؟ ما یه خیلی تافا بچه برخورد میکنی. خب این کتابه اینجوری نوشته بود، یعنی من وقتی من خوندم 6 ساله اجاره ازش بگیری خدایی. خب نه اون ریکوست مانی کرد دیگه، گفتم اگه تو داری ریکوست مانی میکنی پس منم ریکوست مانی میکنم، ولی من 2000 دلار حتی میخوام، تو 7 دلار میخوای، واسه همین 1990 تا بریز به حساب من هر ماه. و گفت نه نه بی خیال. بعد چند روز پیش توی حیاط داشتم با دوستش حرف میزدم، اگه چیزی بخواد بخره چجوری میگیره؟ هیچی نمیخواد، مثلا نفهم نه مثلا یه چیزی بخواد مثلا میگه اینو میخوام من بهش میخرم، تو میخری دیگه همون رو بده. فکر نمیکنه اگه خودش پول در بیاره بخره بهتر باشه؟ خودش پول در میاره میده به من اینوست کنم واسش تو اینوستمنت اکانتش، بعد مثلا نقاشی میکشه میده میفروشه به همسایه ها میده به من. خودش چجوری پول در میاره؟ میگم نقاشی میکشه میده میفروشه به همسایه ها، بعد میره چمنای همسایه ها رو میزنه. تو واسه کارهای خونه ازش پولی نمیگیری، ولی مثلا میگه که بره کارهای دیگه بکنه پول. آره میگم برو مامانم اون میتیقه. اوکی اوکی.
خب نه مثلا من توی ایران فرق میکرد با اینجا دیگه. من توی ایران خب وقتی بزرگ شدم نمیتونستم چمن خونه همسایه رو بزنم، داستان برم نقاشی بفروشم به همسایه. مامانم دوست نداشت واسه بچه‌ها 6 7 ساله من می‌داشتم مامانم خیلی به ما می‌کردن. خیلی فرق می‌کنه مثلا اینجا. خب آره درسته، ولی خب توی ایران نه کلا اصلا این کارش کجا. این میگفت بچه رو نباید ریوارد بیس کنی، اگر ریوارد بیسش کنی بعد دیگه ریسپانسیبیلیتی دیگه. آره میگو باید تو بدونی باید بری سر کار، نه بخاطر برم کار چون میخوام ماشین رو بخرم چون خونه بخرم. من خودم اینجوری بزرگ شدم و حالا بمونه آخر داستان که اینه من نتونستم این کارو بکنم. یعنی دیدم خیلی سخته بخوام همه چیزو بذارم، آخرش گفتم آقا فاجد تو اگه این کارو بکنی $100 بهت میدم بعد یه کار میکنم. یعنی من رس کم آوردم، مثلا میگم کار مثلا میگم آقا با خواهرت باید بری 3 روز مثلا که 3 روز آینده، بعد روزی 2 ساعت من ببینم با خواهرت داری دیپ بازی میکنی، یعنی داری تو دنیای اونی داری با هم حال میکنین، یا تو اونو بیا تو دنیای خود یا برو تو دنیای اون، من اینو ببینم بعد مثلا $100 بهت میدم. بعد $100 بهش که میدم وای میسن 3 تا 4 تا که میشه میاد میده به من میگه دوتام بذار تو اینوستر نکردم، چوزم میکنه. بعضی موقع میاد بهم میگه واسم طلا بخر، بعضی موقع میگه بذار توی اس ام پی 500 پانش کرد اینجوری. آره خوش میکنه مثلا دوست داره پول جمع کنه، ولی موقع مثلا گاوه گاوه، موقع مثلا هنوز اصلا کانسپت پول رو نمیفهمه و هر چی پول داره میره میده به مامان منو میگه برو واسه خودت کادو بخر، و هنوز موقع مثلا داره فانه. ولی این فقط یه دونه پوینت بود، گفتم یه آدم خیلی قوی اینو نوشته بود، من گفتم اینو بگم اصلا در نکنه که میشه کرد. خب همین دوباره همین الان این یه ولی بود که مثلا خیلی که این سوال براشون بود ببینن. خلاصه باز هم دمتون گرم که این چیزی صحبت کردیم، من میخواستم اینو بیشتر بازش بکنیم و نشون بدیم که آقا ما اصلا با این قضیه ها به کدوم سمت داریم میریم، هدفمون چیه، چرا داریم مثلا اینا رو میسازیم، و اینکه چه آدینسی دنبالش هستیم. بیشتر دنبال آدینسی هستیم که واقعا میاد انگیج میشه، چیزی یاد میگیره، بعدها میاد ریترن میکنه فیور، و چیزی که یاد گرفته رو میاد دوباره یه چیزی رو به ما یاد میده، و دنبال اینجا آدم ها هستیم. دمتون گرم که هستین. مرسی بچه ها، دمتون گرم. سابسکرایب آلی بود.